زندگی در این کشور کوچک در حاشیه خلیج فارس راحت و با آسایش است. کشوری که ثروتش زبان زده خاص عام در جهان است و در پیشرفت خود را همتراز کشورهای غربی می داند. زندگی در دوحه تب و تاب دیگری دارد. صدها شهروند افغانستان در این کشور زندگی می کنند. برخی به هدف آموزش و شمار زیادی هم به هدف تجارت. زندگی بسیار خوب است در قطر. همه چیز می بینین که چی است، ممانعت نیست، آزادی کامل بر زن و بر همگی. در گوشه ای از دوحه سری زدم به رستورانتی که مالکان آن شهروندان افغانستان هستند. دیوارهای این رستوران 18 سال پیش بلند شده. حالا فعالیت رستوران افغان برادرز گسترش یافته و 8 نمایندگی در قطر ساختند. الحمدلله یک وطن بسیار خوب، یک وطن اسلامی. او هر زمینه را برای مثال برای تاجر، برای هر کس، هر زمینه را مساعد ساخت. واقعا دیگه زمینه کدام مشکل ما نمیبینه. خانواده رحمت الله 18 سال از در قطر زندگی میکنند. دوحه حالا وطنشان شده. رستورانت های زنجیره‌ای افغان برادرز افغانستان کوچک را در دل دوحه به نمایش میگذاره با غذاهای وطنی و شکل و شمایل افغانستان. این نمونه از زندگی افغان ها در دوحه قطر است. صدها هزار افغان در قطر با شیوه های مختلف زندگیشان را به پیش میبرند. حتی دوحه مکان امنی شده برای مخالفان مسلح دولت افغانستان که در افغانستان می جنگند، اما اینجا امن زندگی می کنند. یکی از عضوهای گروه طالبان به من گفت که قطر به خانه امن برای شماری از طالبان نیز مبدل شده است. ده عضو این گروه با خانواده هایشان در اینجا به دور از صدای انفجار و انتحار زندگی می کنند. فضایی که به باور برخی طالبان را در خود حل کرده و امکان آشتی را بیشتر می کند.